با سلام فراوان به همه شما بیننده های عزیز، با برنامه گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. من جواهر هستم، همراه با دوست عزیزم مژگان در سری برنامه های گفتگو با عنوان های نامه های مژده هر بار به خانه های شما اومدیم و باید به اطلاعتون برسونم که امروز و این قسمت آخرین قسمت از این مجموعه است که تحت عنوان پیروزیه و حالا از مژگان جان میشنویم نامه مژده را و ببینیم که اصلا چرا مژده این نامه را با عنوان پیروزی برای مژگان فرستاده. منظورش از پیروزی چی بوده؟ چه اتفاقی افتاده که اون پیروزی قلمداد کرده این نامه را؟ منم سلام عرض میکنم خدمت همه. با آخرین نامه مژده در خدمتتون هستم. توضیح دادیم که قبلا مژده یکی از دوستا بوده. تکرار میکنم برای کسایی که اطلاع نداشتن، توی شرایط سخت و مشکلات زندگی خسته میشه، فشارهای روحی بهش میاد و واقعا احساس میکنه که احتیاج به یه استراحت داره، اما متاسفانه تو اون شرایط سخت و بحرانی تصمیم میگیره که باید چی کار کنه و مشورت نمیکنه، با تکیه بر عقل خودش تصمیم میگیره که به جایی بره که این جا به جایی چه مصیبت هایی رو براش به دنبال نداره. و توضیح دادیم که واقعا همیشه تو هر لحظه این ممکنه که ما هرچند که در حال حتی سلامتی باشیم، بحران ها بیاد و ترس ها بیاد. ما راجع به ترس ها صحبت کردیم، راجع به استراب صحبت کردیم، راجع به ناامیدی مژده صحبت کردیم که چطور ممکنه که واقعا ما به یه نقطه از زمان برسیم که احساس کنیم دیگه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه به ما کمک کنه و امیدی وجود نداره. راجع به اینکه پیامد این مشکلات اینه که باورمون بشه که ما اشخاص ضعیفی هستیم، ارزشی نداریم. راجع به اعتماد به نفس صحبت کردیم و چطور ممکنه که و چطور میتونیم با به یاد آوردن مقام و موقعیت خودمون در حضور خدا این اعتماد و به نفس رو بتونیم بازیابی کنیم. صحبت کردیم راجع به تحقیر و خشونت که چقدر مورد تحقیر قرار گرفته بود مژده و چقدر ممکنه که ما از اطرافیانمون تحقیر بشیم به خاطر مشکلات شخصی که با دیگران داریم، به خاطر اینکه خودمون رو بهتر جلوه بدیم، به خاطر تبعیضات جنسیتی تو جامعه وجود داره و نبودن امنیت‌های اجتماعی و جنسیتی دچار مشکل بشیم. و صحبت کردیم راجع به دل شکسته که مژده وقتی که با دل شکسته برید از همه جا به حضور خداوند رفت، دعا کرد و واقعا امید پیدا کرد تو زندگیش، تونست موقعیتش رو به دست بیاره و به دنبال اون امید از خداوند طلب حکمت کرد و خداوند بهش کمک کرد. بله. تو تجربیات مختلف حکمت خودشو به مژده داد و این آخرین نامه مژده است. میخوام بخونم، اینطور شروع میکنه: خداوندا، این معجزه است. دارم میبینم که چطور دل پادشاهان مثل نهر آب در دست توه. وضعیت و موقعیتم کاملا عوض شده. چقدر رفتار و برخوردشون عوض شده. با قدرت خودت مفر رو برای من باز کردی. تو همیشه در وعده هات امین بودی. تو هیچ وقت منو ترک نکردی و همیشه منو محافظت کردی. خدایا منو ببخش که خیلی وقت و کارهای عظیم تو را فراموش کردم تو زندگیم. ببخش که فراموش کردم که تو همیشه امین بودی و هستی. پیروزی و جلال از آن توست خداوندا. هر چی بگم کم گفتم، باورت نمیشه که بعد از این ماه‌های سخت بهم گفتن برو دیگه هم برنگرد. خدایا شکرت، من الان آزادم. نه تنها آزادی از شرایط سختی که برام پیش اومد، آزادی از ترس ها، آزادی از ناامیدی، آزادی از تنهایی. خدایا تو چقدر خوبی. با تمام این بدی ها فقط منتظر بودی که به تو بگم، به سمت تو برگردم و از تو کمک بخوام. تو تمام چیزهای خوب رو به من وعده دادی، اما من تو اون شرایط فراموش کردم فراموش کردم، اما تو فراموش نکردی. تو امین بودی. تو منو به آغوش خانواده‌ام برگردوندی. تو درس‌های بزرگی به من یاد دادی که هرگز اگر آن را تجربه نمی‌کردم یاد نمی‌گرفتم. من محبت، حفاظت، بخشش، آزادی، حکمت تو را با گوشت و استخوانم لمس کردم و با افتخار میگم که پیروزی از آن توست خداوندا. خدایا متشکرم، متشکرم. آمین. واو، فهمیدیم تا حدودی که چرا مژده این نامه‌شو تحت عنوان پیروزی فرستاده.
مژگان جان، زمانی که پیش مژده بودی و او رو دیدی بعد از آخرین نامش، بعد از اینکه برگشت و ملاقاتش کردی، چطور بود؟ حال هواش چطور بود؟ چه چیزی در او دیدی؟ و تو رو به یاد چه چیزهایی از خداوند انداخت؟ میخوام به این آیه رو بخونم از رومیان باب 8 آیه 38 و 39. زیرا یقین میدانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت نخواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی جدا سازد. واقعا وقتی که نگاه میکنیم به زندگی مژده، با تمام مشکلات که حتی ممکنه خودش برای خودش به وجود اومده باشه، ولی کلام خدا میگه که آخرش مرگه، میگه نه موت نه حیات، هیچ قدرتی در زمین، در آسمان، در زیر زمین وجود نداره که ما رو بتونه از محبت مسیح جدا کنه. و این واقعا محبت کاملیه، قدرت کاملیه، و با جرأت میتونیم بگیم که خدایا شکرت، حقیقتاً در تو پیروزیم. آمین، هللویا. میخوام از دوم پتروس بخونم، میخوام یه مقدار آیه بخونم. دوم پتروس باب 13 آیه 9. خداوند در روز وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه به توبه گرایند. در متی 28 18 می خونیم، تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده، مسیح میگه، و قدرت آزادی، نجات، آرامش، غلبه بر ترس و مشکلات همه در دست خداونده. و زندگی ما با مسیح سرشار از زندگی پر از هدف و پر از برنامه که هدف اون اینه که ما به شباهت پسر یگانه خدا در بیاییم. هرچند که ما تو این زندگی بالا و پایین میریم، هرچند که ما ضعیفیم، هرچند که میافتیم، ولی کلام خدا در دوم قرنتیان میگه در هر چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستیم، یعنی خورد نمیشیم. گاهی دوچار شک و تردید میشیم اما تسلیم ناامیدی نمیشیم. خیلی وقتا واقعا میبینیم که ما حتی به محبت خدا، به وعده خدا، به خیلی چیزا شک میکنیم. بله. ولی در اون نهایت میگه اگر در وادی سایه موت هم باشی من اونجا. آمین. هیچ وقت ما ناامید نمیشیم، آزار میبینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین میخوریم، میافتیم، حتی ممکنه که به گناه بیافتیم، ولی نابود نمیشیم، زیرا میدانیم که خدا عیسی مسیح پس از مرگ زنده شده و ما را نیز با عیسی زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. آمین. و در غلاطیان میخونیم با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند. آمین. چه آیه قشنگ و امید بخشی، واقعا همه توش پیروزی بود، از پیروزی و امید صحبت میکرد. و چقدر خوبه که ما با کلام خدا آشنا باشیم مژگان جان، که اینها این کلام، این چیزایی که شما خوندی، آیه هایی که خوندی، واقعا هر روز اگر ما اینو بخونیم چقدر قوت میگیریم، چقدر قدرت میگیریم، و با این قدرت و قوتی که از خداوند میگیریم چقدر بهتر میتونیم با حکمت در رابطه با مسائل و مشکلات زندگیمون برخورد کنیم. و واقعا میتونیم اون زمان وقتی که با ایمان، با ایمان وعده های خدا رو ما بررسی میکنیم، کلام خدا رو میخونیم و میدونیم که در نهایت ما پیروزیم، چون هیچ قدرتی وجود نداره که بتونه ما رو از محبت مسیح جدا کنه. آمین. و اینجور که من برداشت کردم، وقتی که تو مژده رو ملاقاتش کردی، چون خب میبینم که با اشتیاق این آیه ها رو میخوندی، واقعا اینقدر برای دوستت خوشحال بودی که حقیقتا اینها رو همه رو بهشون پی بردی و در دل تو تمام این آیه ها از کلام زنده شد، بیدار شد و پی بردی که حقیقتا خداوند به وعده هاش امینه. آمین. عزیزان، در همینجا میخوایم که یه استراحتی داشته باشیم، چند لحظه میریم و بعد برمیگردیم با ادامه صحبتمون در رابطه با پیروزی مژده. خب
عزیزان، گفتگومون رو ادامه میدیم در رابطه با ایمان مژده و پیروزی که در این ایمان به دست آورده بود. خوندیم و شنیدیم آیه هایی رو که مژگان عزیز از پیروزی دوستش برامون از کلام خدا خوند و میبینی که وقتی که به این آیه ها گوش میدی مژگان، میبینی که چقدر حقیقتا کسانی که در ایمان به مسیح در سختی ها میتونن عبور کنن و همون جور که کلام خدا به ما وعده داده که همیشه با ما هست و در ما همیشه پیروزه. چرا؟ که اون خدای زنده است، خدایی که بر مرده ها غلبه کرد، بر مرگ غلبه کرد و از مردگان برخاست. و اگر که اون در ما زندگی میکنه، پس ما هم میتونیم در هر وضعیت مرده‌ای که باشیم، بر هر زمین مرده‌ای که خوابیده باشیم، به قدرت نام عیسی مسیح میتونیم که بلند شیم و بیستیم و بگیم که هیچ کس، هیچ نیروی این قدرت را نداره که ما را از محبت آفرینندمون، پدر آسمانیمون جدا کنه. و فکر میکنم در کرم خدا داستان اشخاص زیادی هست که پیروزی های عظیمی در خداوند تجربه کردن. من میخواستم این قسمت از کلام خدا رو بخونم، از سفر داوران داستان جدون رو میخواستم بخونم که جدون با قومش در اسارت زندگی میکردن، در اسارت مدیان بودن. این قوم به خدا شرارت ورزیده بودن. بله. خیلی وقتا ما تو تجربه هایی که میافتیم، توی بحران ها میافتیم، توی مشکلات میافتیم، بعضی وقتا به خاطر نتیجه گناه های خودمونه، نتیجه بی اطاعتی های خودمونه. درسته. که قبلا صحبت کردیم راجبش. بعضی وقتا تجربه است، بعضی وقتا ولی واقعا وسوسه گناهی که ما تو مشکلات میافتیم. جدون با قوم خودش 7 سال در اسارت داشتن زندگی میکردن. 7 سال در کوها و مغاره ها زندگی میکردن. وقتی که زراعت میکردن، مدیان میومدن زراعت اینا رو پایمال میکردن، لگدمال میکردن. خیلی ذلیل شده بودن، هیچ امیدی نداشتن به زندگی و تمام آذوقهشون، گاو و گوسفنداشون رو کلام خدا میگه که اینا رو از بین میبردن و خراب میکردن زمیناشون رو. و آیه 7 باب 6 میگه که مدیان بسیار ذلیل شدند. یعنی دیگه آخرش بود، آخر بدبختی بود که تو بیای زراعت کنی، حاصل مزرعتو داغون کنن، بهت حمله کنن، زندگی تو نابود کنن، از ترس روانه کوها بشی. بله. بری تو کوها زندگی بکنی. بله. و واقعا دیگه آخر بدبختی، آخر ناامیدی. ولی بنی اسرائیل نزد خدا فریاد میارن و وقتی که استغاثه میکنن، از خداوند میخوان، نبی میاد به میگه که بابا یادتون رفته خدا شما رو از مصر آورده بیرون، چه کارهایی براتون کرده، و ولی شما اومدین به خداوند گناه کردین. چقدر خداوند همیشه ما رو دوست داره مژگان، که وقتی هم الان میخونی یادشون میره، نبی رو میفرسته که دوباره به یادشون بیاره، یاد بیارین و اعتماد کنین. تو زندگی ما هم همین اتفاق میفته، لحظه‌ای که فراموش میکنیم. خداوند از هر چیزی یا از یک چیزایی استفاده میکنه که به یاد ما بیاره من هستم، من و چه کارهای بزرگی برات کردم. و میگه خداوند داره میمی که من یهوه خدای شما هستم، از اینا نترسین. بهتون گفتم نترسین، ولی آواز منو نشنیدین. ترس برای اینا چیره شده بود، ناامیدی چیره شده بود. و یه روز که جدون داره گندمشو آرد میکنه و میخواسته پنهان کنه که مدیان نیان بگیرن این آذوقه رو، فرشته خدا بر اون ظاهر میشه، بهش میگه که این مرد زورآور. آیه 12 میگه یهوه با توئه. میگه این مرد زورآور، کسی که قوی هستی، خداوند با توئه. جدون آه میکشه، خداوند با منه، پس چرا این همه من بدبختم؟ وقتی اگه خدا با ماست، ما چرا انقدر ناامیدیم؟ چرا انقدر مشکلات تو زندگیمون داره؟ نمیگه که ما بی اطاعتی کردیم، ما گناه کردیم. میگه که پس کجاست؟ چرا؟ خیلی وقتا ما صحبت میکنیم یا تو زندگیمون با مشکلات برمیخوریم، میان از کلام خدا برامون میگن، از محبت خودم. اینا رو شما دارین تو قصه ها میگین، شما کشیشا میگین، شماها دارین موعظه میکنین. الان خدا چیکار داره میکنه برای من تو زندگی؟ من الان بدبختم. این حرفا رو شما دارین بالا منبر میزنین، شما نشستین تو تلویزیون میگین، کو الان خدا چجور به داده من میرسه؟
میگه من شنیدم که پدران ما گفتن خدا ما رو از مصر آورده بیرون، چجور به ما کمک کرده، ولی الان ما رو ترک کرده، الان من اسیرم، الان من بدبختم. و میگه که خدا یهوه بر وی نظر کرده که با این قوت خود برو و اسرائیل از دست مدیان نجات بده. دقیقاً. و خداوند داره بهش میگه که با این قوت، یعنی این که من هستم با تو هستم، برو. داره میگه خدایا چی میگی؟ من میگم من ندارم، پول ندارم، موقعیت ندارم، قانون حقوق بشر از من حمایت نمیکنه، خانواده ندارم، جایگاهی ندارم تو اجتماع. تو میگی برو، اما تازه میگه از همه کوچیکترم، از همه خانواده فقیرترم، ذلیلترم از همه، اما خداوند میگه یقینا من با تو هستم. و چه چیزی بالاتر، چه ضمانتی بالاتر از اینکه خدا خداوند خودش با ماست. بله. تو آیه های بعدی و اینجا جدون باز هی بهونه میاره، بعد میخواد اگه هستی آیاتی به من نشون بده، یه چیزی به من نشون بده. خداوند میگه که سلامتی بر تو باد، مترس، نخواهی مرد. و وقتی که میگه روح خداوند جدون رو ملبس میکنه، اون کرناها رو مینوازه، وقتی که واقعا ما به حضور خدا میریم، وقتی که ما با ایمان خداوند رو میپذیریم و روح اون ما رو لمس میکنه، بله. اون موقع است که ما قوت میگیریم، اون موقع است که ما میتونیم زندگی دوباره پیدا کنیم. و توی قسمت های بعدی بارها خداوند بهش میگه که نترس، و میبینیم که جدون واقعا اینی که خودشو اینقدر ذلیل و تازه میگه ذلیل بودن، این از همه ذلیل تر بود، از همه بدبخت‌تر بود، چه پیروزی بزرگی رو به دست میاره. و این خیلی مهمه که ما بدونیم تو زندگیمون واقعا به چه چیزی توکل کنیم، به چه شرایطی نگاه کنیم. اگر مجد فقط به اون شرایط نگاه میکرد، دیگه خب میگه من دیگه تموم شد، دیگه موندم، دیگه به هیچ امیدی برام نیست. ولی به خودش اومد، به یاد آورد کارای بزرگ خداوند و خداوند چطور قادره که زندگی های ما رو عوض کنه. ولی باید ایمان داشته باشیم. و یه چیز دیگه که خیلی جالبه، وقتی که سرگذشت اینجور افرادو میخونیم، میبینیم اکثرا آدمایی بودن که دقیقا مثل اون قصه خودکمبین بودن، یا حقیقتا حقیر بودن، نه اینکه حالا شاید بخوام بگیم شخصا خودشون به خودشون بودن، اینطور نبوده. و برای من همیشه جالبه که خداوند واقعا اونایی که ضعیفن و اونایی که میدونن که ضعیفن رو انتخاب میکنه، چون که میدونه که اون شخص وقتی که تو به ضعف خودت پی میبری، به ناتوانی خودت پی میبری، اجازه میدی که خداوند در تو و زندگی تو عمل کنه. ولی وقتی که فکر میکنی من خیلی دانش دارم، خودم میدونم چی کار دارم میکنم، کاردان کار خودم هستم، کمتر اجازه میدی به خداوند که کار کنه. مثل مجده که فکر کرد که خیلی خوب، الان حالم خوب نیست، تصمیم میگیرم برم مسافرت، فکر کرد که خیلی میدونه که داره چی کار میکنه، ولی خب دیدیم که خراب کرد. دقیقا. اما چیزی که خیلی مهمه تو تمام این قسمت های برنامه های مختلف که ما صحبت کردیم و همش گفتیم که بریم نزد خداوند، بخونیم کلام خدا رو، بله. اعتماد کنیم. و تمام اینا مستلزمش چیه؟ که ما ایمان داشته باشیم. و واقعا چون زندگی ما با قرار گرفتن در مسیح شروع میشه، چون که میگه به اون کسانی که به اونو قبول کردن، بهش ایمان آوردن، خداوند قدرت میده تا فرزند باشیم. بله. ما محض فیض نجات یافتیم به وسیله ایمان. بله. و این میگه که از شما نیست، بلکه بخشش خداست. آمین. ما قادر نیستیم برای نجات خودمون هیچ کاری رو انجام بدیم. اصلا به قابلیت و توانایی ما بستگی نداره، بلکه این فیض مجانی خداونده. فقط کافیه که ما ایمان بیاریم به کار نجات بخش خداوند. من میخوام چند تا آیه بخونم. در تثنیه 18:6 میخونیم که خداوند میگه امروز به تو اقرار کرده است که تو قوم خاص او هستی، چنان که به تو وعده داده است. دوم قرنتیان میگه زیرا چنان که وعده های خداست، همه در او بلی و از این جهت در او آمین است. آمین. خدا وعده داده تو قوم خاصشی و تمام وعده های خدا بلی و آمینه. آمین. پس ما محض فیض نجات داریم به وسیله ایمان، قوم خاص اون هستیم، فرزند خداوند هستیم، چون که این وعده خداست و وعده های اون همه تحقق پیدا میکنه. تو افسسیان 1:9 میخونیم چه مقدار از عظمت بی نهایت او. خدا شما رو دعوت کرده که به
این ثروت و شکوه خداوند وارد بشین، که به این عظمت بی نهایت بی قیاس اون وارد بشیم که اون به ما رو با ایمان به اون دعوت کرده، و این همون قدرت و پیروزی عظیمی که مسیح بر مرگ ظفر پیدا کرد. آمین. تو دوم قرنتیان میخونیم که از هر طرف تحت فشاریم ولی خورد نمیشویم، گاهی دچار شک و تردید میشیم اما تسلیم ناامیدی نمیشیم، آزار میبینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم، زمین میخوریم اما لغزش نمیخوریم. این آیه رو تکرار میخوام بکنم که خداوند میدونه که ما میافتیم، میدونه که ما ضعیف میشیم، اما ما امید ما منقطع نمیشه، زایه نمیشه. آمین. چون اون منشأ قدرته. دقیقاً. بارها توی برنامه‌مون گفتیم که خداوند بارها گفته که نترس، بیست، در من بمان، به خودت تکیه نکن و خداوند برای شما جنگ خواهد کرد. بله. و در رومیان 8:32 میخونیم که او که پسر خود را دریغ نداشت، او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید. دقیقا. و دوباره میخوام این آیه رو تکرار کنم از رومیان باب 8 آیه 35 تا 39، اگه میشه جواهر جان شما بخونید برامون. رومیان 8:35 تا 39. و چقدر خوبه که ما میدونیم اینها فقط آیه نیستن، اینها یک کلماتی نیستن که ثبت شده. وعده های بلی و امین خداونده. یک عالمه شهادت هست که میگن همچین چیزی هست، به حقیقت پیوسته، عمل کرده تو زندگی های من، و فکر کنم مجگان جان من و تو خودمون شاهدهای زندش هستیم. رومیان 8:35 تا 39. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. و آیه خیلی جالب توجهش زمانیه که میگه بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم. پیروزی، نصرت معنی پیروزی میده. و چقدر برای من خوشحال کننده است وقتی که میشنوم پایان ماجرای مجده رو، پایان تجربهش رو، که با پیروزی ختم شد. عزیزان، داستان زندگی مجده یه داستان واقعی بود، همونجور که اول برنامه‌مون در قسمت اول گفتیم که مجده اون رو به طور خلاصه با ما در میون گذاشت. چیزای زیادی در دلش بود ولی خب نمیتونست همه رو روی نامه بنویسه، و ازش متشکریم که اینها رو با ما در میون گذاشت و اجازه داد که ما هم با شما در موردش گفتگو کنیم، و مطمئنم که همه ما با هم دیگه برکت گرفتیم. خیلی خوشحالیم که با ما همراه بودین در این برنامه، و امیدوار هستیم که این برکت با شما بمونه و شادی و آرامش و پیروزی رو در دلهای شما بیاره. و برای اینکه ایمان داشته باشید، مطمئن باشید که این کلام کلام خداست که امین و عادله، یک آیه دیگه از رساله یهودا میخونم که میگه الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قائم فرماید، یعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را، جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد الان و تا ابدالآباد. آمین. منم خیلی خوشحالم که فرصتی داده شد تا بتونیم از تجربیات مجده استفاده کنیم. میخوام بگم که درس‌های زیادی رو خودم یاد گرفتم، خیلی برکت گرفتم تو تمام قسمت‌ها، و اینکه واقعا به یاد خودم آورده شد که خداوند چقدر عظیمه، چقدر بزرگه، و چقدر در اون با ارزش هستیم، چقدر توانا هستیم. خیلی شکرگزارم به خاطر این فرصت، و امیدوارم که با همدیگه برکت زیادی از این درس‌ها گرفته باشیم. حتما همینطور بوده. شعری هست که میخوام با شما در میون بذارم، براتون بخونم. بهاران آمد و عالم همه یک سر گلستان شد، نگر کن بلبل عاشق به سوی باغ و بستان شد. زمین گلخانه گل شد چو نقش فرش کاشانی، نمای باغ را بنگر عجب سنبل فراوان شد. زمین نو شد ز فروردین در این میلاد عطر گل، بیا اردی بهشتش بین که صد لاله نمایان شد.
ز کوچه باغ شهر ما نسیم کاهگل آمد، زمین بوسید باران را، اسیر اشک باران شد. فغان عاشقان طی شد ز سرمای زمستانی، بهار آمد بهار آمد، زمان عشق یاران شد. بگستر بلبل عاشق بساط عیش پنهان را، در این محفل دمی بنگر مکان ماه رویان شد. به محراب می و ساقی نماز عشق برپا کن، به قبر خالیش بنگر که حاجت بخش مستان شد. ز چشم نافذ شیطان نشد یک دم بشر پنهان، قیام از مردگانش بین که خار چشم شیطان شد. در عیسی روزگار نو بود ممکن به مشتاقان، قیامش در همه عالم دوای درد انسان شد. عزیزان، برای شما آرزو داریم که در امید، در فراوانی، در ایمان، در پیروزی، در خداوند عیسی سالهای عمرتون، روزهای زندگیتون رو سپری کنید. دوستتون داریم و امیدواریم که در آینده نزدیک بتونیم باز هم با شما در برنامه‌های دیگه تماس داشته باشیم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.